بعضی از آدما بودنشون توی خونه جوریه که وقتی هستن شاید خیلی به چش نیان، اما نبودنشون خیلی معلوم بود. بعدها فهمیدم حضور پری خانم توی شمس و لماره از همین نوع حضورا بود. گرمی و شور و شوق وجود پری خانم رو هنوزم تحسین میکنه. شما چتونه؟ چرا صبونتون رو نمیخورین؟ پری خانم پری چی اینجوری گریه میکنین؟ من که هنوز طوریم نشده. ماشالله چه اشتهایی هم دارین دم آخری. شما اینجوری میخواین از من مراقبت کنین؟ عمه جون راست میگن دیگه، چرا صبونه نمیخورین؟ صبونتون رو بخورین دیگه. چشم بخور خش دیگه، داشتن از گرسنگی میمردن. کوفتم شد با ببخشید. ماشالله چه دل گنده ای دارین شما. من اگه بودم تا حالا 7 تا سکته کرده بودم. اه پری خانم این حرف چیه میزنین؟ خدا نکنه اصلا شما چتون شده ها؟ چرا زانوی غم بغل گرفتین؟ همین چیز ختم به خیر میشه میره به کارش. نگران چی هستی؟ دایی جان شما درد نکشیدین، مریضی نکشیدین. من حال خاله جان خیلی خوب میفهمم. ما مریضای درد کشیده حالا همو خیلی بهتر میفهمید. نه خاله جان. آره دریا جون میدونم چی میگی، ولی من الان حالم خیلی خوبه، میخوام بهترم بشم. پس بفرمایید صبونتون رو بخورین لطفا. با این چیزایی که دریا گفت دیگه یه لقمه هم گلومم پایین نمیره. وای خدا نصیب گرگ بیابونم نکنه. شمسی جون منو با خودتون همدرد بدونیم. چشم. من یه پیشنهادی دارم. پیشنهادم اینه که بیایی من و شما و هرمز خان با هم دیگه بریم سفر. به خدا اینقدر این سفر رو برای این بیماری ها خوبه. بله منم با پری جون موافقم، به شرطی که منم با خودتون ببرین. بابا چی همش موندین تو خونه پوسیدین؟ فقط گفته باشم و رو منو دریا حساب نکنین. ما سفرمون رو رفتیم، کارهای مهمتری داریم. خب پری خانم راست میگن، نظر چیه؟ فعلا که ما گرفتار خواستگارای لیلاییم. ایشالله لیلا زودتر جواب بده، خیال ما رو راحت بکنه، بعد یه فکری میکنیم. ولی عمه جون من فکر کنم کم کم دیگه تصمیممو گرفتم. خانم جا آقا پیمان با یه خانم تشریف آوردن با شما کنه. بفرمایید. سلام. ببخشید سر صابون مزاحمتون شدیم. خواهش میکنم ما که به سورپرایزای شما عادت داریم. نه این دفعه دیگه سورپرایز نیست. نه راحت باش دیگه، حالا با هم اومدیم دور همین بگو بخندیم. حالا قضیه چیز دیگه ایه. دیروز شریف خانم داستانو به من گفتن. خانم دکتر طهماسبی از دوستان فامیلی ما هستن، بهترین متخصص خونی که میشه پیدا کرد. به به خوش آمدین، خیلی خیلی خوش آمدین. بفرمایید. ممنون دیگه، مزاحمتون نمیشم. اختیار دارین چه مزاحمتی، ما تازه میخوایم با هم دیگه فامیل بشیم. راستش دیشب آقای پزشکپور جریان رو بر من تعریف کردن. بنابر ارادتی که به پدر مادر ایشون دارم گفتم هر کاری که از دستم بر بیاد برای خانواده محترم شما انجام بدم. خیلی محبت کردین خانم دکتر. راستش من تو این فاصله دکترای زیادی دیدم، اما همشون یه جورایی شمسی جان میگم آقا پیمان زحمت کشیدن، خانم دکتر حضورشون تیری در تاریکی، شما یه همکاری بکنین دیگه. نه خانم پریچر، ما به کار خانم دکتر ایمان داریم. ایشون در تمام دنیا مشهورن. چهرهشون آشناست. خواهش میکنم لطف دارین آقای پزشکپور، لطف دارن. من فقط ازتون خواهش میکنم پرونده پزشکیتون و تمام آزمایشاتون رو اگه لطف کنین برای من بیارین، من مطالعه کنم، برای در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم، بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنون، من منتظر میمونم. متشکرم. آقا پیمان واقعا لطف کردین، من اصلا نمیدونم چی باید بگم واقعا. شما هیچی نمیخواد بگین. خدا رو شکر که خانومم شفا پیدا کردن، حالشون خوب شد. خدا رو شکر. زیبر جون هنوز که وضع شمسی جون معلوم نیست کی سر پا بشه. چرا پری خانم جان خوب میشن دیگه. ان شاء الله. خدمت خانم دکتر عارضم که من یه چند جلسه ایم با خانم مدیتیشن و یوگا کار کردم. چون لای پروندهشون نبود گفتم حضوری بگم خدمت شما. البته لطف کردید، ولی خب بله گاهی وقتا این ورزشا موثر واقع میشه.
از قدیم گفتن یوگا بر هر درد بی درمان دواز برای همچین وقتایی. یه 6 ماه اگر خانم دل بدن به کلاسای ما درد مرزان میپاشه. دل نمیدن. مشکل همینه. ببخشید خانم دکتر، احیانا کلیه تو دست و بالتون نیست؟ مد نظر. ولی چه عرض کنم؟ حالا کاری از دستم بر بیا چشم. شکور جان اون یه تخصص دیگه است، شما باید نمیشه متخصص کلیه. نه اونو میدونم، گفتم کلی موقع توی دوست آشنا صحبت شد یاد ما هم باشیم. البته خانم دکتر کار من از متخصص این حرفا گذشته دیگه، تقریبا امیدی نیست. دریا جان این چه حرفیه تو میزنی؟ تو که چیزیت نیست که. ماما جان نیست که امید. بفرمید خانم دکتر. خیلی ممنون. من میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم باهاتون صحبت کنم؟ خواهش میکنم. اگه لطف کنید. در خدمتتون. با اجازه، با اجازه. ببخشید. بفرمایید. مزاحمتون نمیشم. خواهش میکنم. بفرمایید. ببخشید. چیزی میل داری؟ نه خیلی ممنون. صرف شده. لیلا من گفتم این پیمان آدم حسابیه. این بله رو بگو تموم شه بره پی کاره. شکور. خدا رو شکر که شمسی جون اینقدر خاطر خواه داره. باور کنی خانم دکتر که اومدن انگار یه بار سنگینی رو از رو دوش من برداشتن. احساس سبکی میکنم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. انشالله داماد شد. حالا میشه دیگه صابونمونو بخوریم؟ بخور تو، بخور. بخور تو. با احساس با آدم برخورد میشه. من فکر میکنم که این خانم طهماسبی همونیه که باید باشه. یه چیزی ته دلم میگه که همه چیز ختم به خیر میشه. واقعا نمیدونم این کارتون رو چطوری جبران کنم. میدونید یه جورایی خیلی برام معنی داشت. فقط به خاطر شما نبود، هر کی دیگه هم بود همین کارو میکردم. بله به هر حال خیلی ممنون، من قول میدم که یه روز جبران کنم. دیگه میتونم برم با مامانم اینا صحبت کنم؟ چرا نمیتونین بریم با مامانتون اینا صحبت کنین؟ ولی از طرف من قولی بهشون ندین. این سرسختی شما که هنوز میخواییم فکر کنیم واسه من جالبه ها. یعنی هنوز میخواییم فکر کنیم؟ یه کوچولو. خبرتون میکنم. باشه منتظر میمونم. خدافظ. من برمیگردم. گرچه نمیخواستم با عجله تصمیم بگیرم و بی گدار باب بزنم، اما واقعا دلم میخواست توی اون روزا همه رو خوشحال کنم. فکر میکردم یه اتفاق مهم، یه خبر خوب، چیزی که میتونه حال و هواشو عوض کنه، و این شده بود همه ی هم مقبلم. الو آقا خلیل، دیگه برام ماشین نفرست. آقا خلیل شما به من گفتید 10 دقیقه دیگه، الان 40 دقیقه گذشته، من دیگه به قرارم نمیرسم. باشه اگه خواستم زنگ میزنم. خداحافظ. خداحافظ. روز در کسب هنر گوش. صبح بخیر. صبح بخیر فری خانم. صبح شما هم بخیر هرمز خان. آفتاب تابان از کدوم طرف دمیده که خواهر صبح به این زودی شال و کلا فرمودین؟ داشتم میرفتم بیمارستان آزمایشی که خانم دکتر گفته بود انجام بدم. پس شما درد نکنه، پس چرا به بنده نگفتین؟ نکنه میخواین هرس و جوش و این حرفا هم به بیماریای روزانه‌ت اضافه بکنین؟ آخه من که نمیتونم همیشه مزاحم شما بشم. به آقا خلیل زنگ زدم میگه 10 دقیقه دیگه ماشین میفرستم، اما الان 40 دقیقه است که نفرستاده و منم دیرم شده. بفهم سوئیسی گذشت اون موقعی که با یه شکلات میتونستی منو بخندونی. ولی آی میخندیدیم، آی میخندیدیم. یادش بخیر، 4 روزهای کوچیکی داشتیم. آره آرزوهامون قد لحظه هامون بود. ایرادش اینه که آرزوها کوچیک میمونن و لحظه ها قد میکشن. نه. الو سلام خانم، روزتون بخیر. ببخشید من گشایش هستم. خانم دکتر طهماسبی برای من یه وقتی گرفته بودن، متاسفانه نمیرسم. بله بله لطف کنید این وقت رو برای فردا برای من در نظر بگیرید. خیلی متشکرم. خداحافظ شما. میگم خواهر این خانم طهماسبی رو که من میبینم کیف میکنم، گل از گلم چه گفته میشه. بزنم به تخته همچی دیده بصیرتتون قویه ها هرمز خان. ما که هستی نبودیم. شمسی جون بفرمه.
این چیه بری خانم؟ این شربت بهار نارنج، کشفش کردم واسه آرامش و اعصاب و راحتی. صبح اول صبحی بخورین، نوشه جان کنین، واسه تون شادی آوره. دستتون درد نکن. نوشه جانتون. خب هرمز خان میفرمودین راجب خانم دکتر؟ منظورتون پروفسور طهماسبیه دیگه نه؟ شمسی جو قدیمای این پاسبانامون سر کوچه ها وای میستاده، هر کی کاری داشت بهش میگفت جناب سرنگ جناب سرنگ. حالا کی بود که بخواد ستاره هاشو دونه دونه بشمره؟ اما پری خانم ایشون واقعا تو تخصص خودشون استثنایی هن. آره استثنایی رو قبول دارم شمسی جو. میبینید یه خانم ایرانی با مهارت، تخصص، سوادش یه کاری میکنه که فرنگی ها اونو رو سرشون میذارن، واقعا که باعث مباهات و افتخاره. حالا این خانوم برای من اصلا فرقی نمی کنه که چه خانومی باشه، چی باشه اصلا. شنیدن که بود مانند دیدن. با اجازتون شمسی جون. هرمز دقت کردی؟ چیو؟ ضرب المثل رو درست گفت. عجب از خیلی تأثیر داشته. چطورین؟ سبزی های خوردن خوب روش کنین که عمه خانم باید سبزی و میوه تازه بخوره. همین خانم دکتره گفته زیورم که عاشقتونه. ای 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 گفتنی یارو 60 سال تو زندگیش هرچی کاشت یه چیز دیگه از آب در اومد. ما تره کاشتیم تره در اومد، نعنا کاشتیم نعنا در اومد. خدایا شکرت. ای بفرمین خانم جان. مزاحم نیستم، اومدم یه چند لحظه آرامش بدم برم. نازیبر جان من آرومم، تو رو به کارت برسم. آقا خانم جان ما شنیدیم دکتر شما صبح کنسل شد، اینه که به شما استرس وارد شده. مهم نیستی بر جان، میشه دوباره از دکتر وقت گرفت. به قول پری خانم دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. خانم جان از ما به شما نصیحت، ما خودمون تو کلاس یوگا از مربیمون شنیدیم که هر یک بار استرس 300,000 سلول بدن رو حیف و میل میکنه. الهی من بمیرم برای شما که دیگه سلولی برات باقی نمونده. این تمامونده ها رو باید بالاخره حفظ کرد دیگه. میدونم چی میگی زیور، اما زندگی همینه دیگه. از صبح که آدم پا میشه تا غروب کلی ماجرا از سر میگذرونه. اما حق با توه، باید آرامشم رو بیشتر حفظ کنم. حالا برو. خوابتون میاد؟ نه خوابم که نمیاد، من همینطوری دراز کشیدم. تو برو به کارت برس. نده اگه خوابتون نمیاد که هیچی، کار من الان شما هستین، کار همه باید شما باشین. شما الان مثل یه گل روبه افوری که رو چشمشون باید بذارن. گل چی؟ گل دیگه خانم جان، گل باغچه، کوه، کمن، دشت. بخوابید من باید انرژی وارد کنم. زیبر جان من خودم با این دعاهایی که بلدم بعضی وقت با خودم سمسمه میکنم یه کمی به خودم آرامش میدم. احتیاجی به این کارا نیست. باشو برو به کارت برس. همین ده خانم جان دیگه اعتماد وجود نداره. اگه شما و اهالی این خونه اینقدر به من اعتماد داشتین طبق همین تعالیم من هر چه درد و مرض بود میپاشوندم بیرون. وقت تو میگی رحمت سیریشه، خودتو چی میگی؟ خب حالا بگو ببینم چی کار باید بکنم. خب حالا شد خانم جان. حالا اینه یه دختر خوب، چشماتونو ببندین، هرچی من به شما گفتم اینه یه فیلم سینمایی تماشا کنین. بله. نفس بکشین. خب خانم جان فکر کنید یک دست نور سفید وارد این مغز شما شد، از این مغز شما سرریز شد تو این سلول شما. این سلول شما حرکت کرد و حرکت کرد و حرکت کرد، رسید به این کف دست شما. کف دست شما هم یک دست گل زنبق و کند و بو کرد. آخه زیور گل زنبق که بو نداره. شما من رحمت مناقشه میکنه که خانم جان هر گلی که دوست داری، خرزره، میمون، چیتا، چی میدونم. زیبر جان من اصلا اهل این چیزا نیستم. اگه میخوای به من لطف کنی پاشو برو یه نوشیدنی خنک برام بیار، نمیدونم چرا از صبح تا گور گرفتم. چش خانم جان چش میریم.
زوده. یه 30 سال طول میکشه که این علم در طرفداران خودش راه پیدا بکنه. بله. که تا اون زمانم شما 100% باید مرده باشیم. چی داری میگی زیبر؟ الهی 100 سال عمر کنین، الهی 200 سال عمر کنین، الهی 300,000 سال عمر کنین. با اجازه. به سلامت. ما از قدیم گفتن یوگا بر هر درد بی درمان دوا، حالا دیگه خود دانید. اینو قبلا هم گفته بودی زیور جان، دست درد نکنه. پری خانم بیدمش که دیگه. بله نمش رحمت، این بهار نارنجه، بهار نارنج شیراز، شهر عشق. بله شهر عشق شیراز. خانم واقعا شیراز شهر قشنگی. من نرفتم خانم، با زیور قرار بود برای ماه عسل بریم خانم. شال و کلاه هم کردیم، بار و بندیل بستیم، رفتیم ایستگاه اتوبوس، دیر رسیدیم، بلیط گیرمون نیومد، رفتیم لواسون خانم. اما خانم لواسونم شهریه، بل نسبت شهر به قشنگی لواسون تو دنیا پیدا نمیشه خانم. مشرمت ببخشینا، شما نباید اینجا بلا نسبت رو استفاده میکردی. لواسون شهر قشنگی، ولی شیراز یه چیز دیگه، زیبا قشنگ. نباید میگفتی بلا نسبت. پری خانم گلاب بروتون، شما حالا از ما غلط املایی میگیری. شما خودتون ماشاءالله شهره آفاقین تو غلطای املایی. مشرمت خب واسه همین شهره بودنم دارم آموزش میبینم، یاد میگیرم. ببین مثلا میگن این قافله عمر عجب میگذرد، دریاب دمی دمی. یادم رفت. واقعا هم درسته خانم، واقعا هم درست میفرمایی. پری خانم ما چشم به هم زدیم، دیدیم پیر شدیم، به هیچ کدوم از این آرزوهامون نرسیم. حالا من به جهنم خانم تو سرم بخوره زیور، خدا کنه زیور نمیره، زنده باشه، لاقل اون به آرزوهاش برسه خانم. ایشالله میرسه. نگو مش رحمت این حرفا، میگم توهین نباشه، خدایی نکرده اگه وقت شما بله زودتر بمیرم انشالله. خدا انشالله. نکنه. اصلا منظور من اینه که معمولا آقایون زودتر از خانوما میمیره. گفتنی چطور؟ نه اینو من نگفتم، که من پدرم روزی که داشتم عروسی میکردم اینو داشت واسه یکی از دوستاش تعریف میکرد، من اونجا شنیدم. واقعا هم همین جوره ها. بله پری خانم، هم بر خود ستایی نباشه، همه شوهراتون جونشونو یعنی عمرشونو دادن به شما. بله نه همشون نه، فقط اون اولی لطف کرد عمرشو داد به من. بله میدونی مش رحمت، من شوهر دومم هم راستشو بخوای یه خورده ترسیدم ازدواج کردم، ترسیدم یه خورده سنم بره بالا. بله بله. بعد یه آدمی نباشه که سرش به تنش بیارزه من بهش تکیه بکنم، اصلا نمیشناختمش. گفتنی نمیشناختش. این وقت ایشون همون پدر دریا خانم هم دیگه. بله نه نه، پدر دریا همون اولیه که لطف کرد به من. بله گفتنی شما هم پس هیچ وقت به آرزواتون نرسیدیم. نه نه مش رحمت، حالا که فکرشو میکنم و میبینم من همیشه تو زندگیم آرزو داشتم، یکی بود که من بهش تکیه میکردم، ولی اصلا همه چی برعکس شد. یعنی این دیگران بودن که اومدن هی به من تکیه کردن. ببین مثلا همین روزا رو نگاه کن، اگه من نباشم بند رو بند نمیشه. نمیشه خانم نمیشه. من دیدم نگاه. سلام خیلی گلگاب زبون داریم. گلگاب زبون شمسی جون طوری شده؟ بابا ماما جون بابا برای خودمون میخواییم بخوریم، میگم برای اعصابمون خوبه. شکر خانم باز دعواتون شده. بله نخیر مشرفت، ما خیلی هم خوبیم. شکر جان برای تمرکزشون میخواستم. تمرکز چی؟ رو بچه مامان پری. ما یه کتابی الان باش درگیریم، طالبینی مربوط به ماهای تولد، سالهای تولد بچه، اینکه چی کار باید بکنیم که بچه تو اون ماه و سالی که دوست داریم به دنیا بیاد. گفتنی مگه دست خود آدمه؟ طرف میخواست بهار امسال بچه دار بشه، 5 زمستون بعد بچه دار نشد. برو آقا برو توکل بکن، این حرفا رو بذار کنار. ای بابا خدا نکنه مشرمت، من بچه‌مو باید حتما خاله شمسی ببینه. بله بله
اولشم من کلی دارم نقشه میکشم چه ماهی به دنیا بیاد، برای اینکه توی نوشته که فرزند و مادر، حالا پدر خیلی مهمه ولی فرزند و مادر با ماهشون یکی باشه، یه ارتباطاتی داشته باشه، حتی رو سالشون هم کلی تاکید کرده. مثلا من خودم گاوم. باید خب به نسبت خانم برنس بابا جان سال گاوم مامان جان، مثل شما که اسبی، یعنی سال اسبی. خب من به این دقت کنم، مثل شکور که میمونه عیبی نداره. پس ما میشیم اینجا اولاغ. بله دور از مشرح من شماها رو نمیدم، ولی من اجازه نمیدم از این اسم رو بچه من بذارینا. مامان جان مثل که مطالعه نمی کنین این چیزا علمه. ما گلگاف زبون نداریم آقا، گلگاف زبون نداریم. اگر میخواییم به تمرکز برسین، به قول زیور برین در حالات طبیعی بهش برسین. شما برین توکل بکنین همه چیز درست میشه. ممنون. خب اینو نمیتونستین بجن که آخرش بگین همون اولش بگین؟ نداریم آقا نداریم. خب پس پری خانم اینجوری شد که بله. شما بهتون بله. تکیه کردن. آفرین. حالا خدایش مشرمت من از تو میپرسم. بله اگه من تو این خونه نبودم الان شمسی جون با این حال و روزش چی کار میکردن؟ بله البته اغراقه، ولی واقعا درست میفهمم. نه قبول دارم شما و زیور جونم خیلی رسیدیم، ولی من بله. بیشتر به مسائل روحی روانیش رسیدم. بله درسته. شما روحی روانیش هستیم. بله. اگر من نبودم این خواستگارای لیلا که هر روز این دروازه همجی باز خودشون بله. میرن و میان هزار مشکل پیش میومد. بله. من بودم تونستم همه اینا رو طبق بندی کنم. اغراقه ولی درسته. بله اغراقه ولی درسته. الان لیلا شده یه خانم دیگه، قشنگ میتونه تمرکز بکنه به قول زیور جون، برای خودش انتخاب بکنه ببینه چی کار میخواد بکنه. مثلا هرمز خان تو خود هرمز خان عوض نشده. بله از موقع که شما داشت انشالله شما هم یه لواسون برین انشالله. وسط همه این شلوغ پلوغی ها مریضی عمم دلشوره عجیبی رو به جون همه انداخته بود. البته پری خانمم تو بزرگ کردن همه ماجراها استاد خوبی بود. دریا هم مریض احوال بود. خلاصه شمسال ما رو توی اون روزا ملقمه ای بود از کلی ماجراهای مختلف. بله بله هست؟ بله. تو مثل که آگاتا کریستی زیاد میخونی، اون نمایشنامه معروفش تلموش. عمو جان دو قدم رنجه کردن و بالا اومدن احتیاج به پیامک نداشت که؟ ببینید عمو جون من واقعا نگرانم، به خاطر اینکه همش احساس میکنم ممکنه وقت کم بیاریم، یعنی همش احساس میکنیم داریم وقت کم میاریم. استاپ چه خبرته؟ چرا اینم آشفته ای؟ این مرغ سرکنده میمونی عمو؟ ببینید من دیشب داشتم تا صبح کابوس میدیدم. عمو جون میدونین چیه؟ من بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم به عمه وابستم. اگه یه زمانی اون اتفاق بیفته و عمه قرار بود راجبش اصلا حرف نزنید. این چیه امجان؟ یادت باشه که همیشه کلمات خوب به زبونت بیاری. امجان من باید ازدواج کنم، اگر نه هیچ وقت خودم رو نمیبخشم. به مبارکه انشالله. پس بگو حرف حسابت اینه. خب پس اومدن خواستگارا تو این خونه کافیه و تو از بین این خواستگارا یک نفر رو انتخاب کردی، درسته؟ اصلا مسئله این خواستگارا نیست امجان. پس چی؟ یه آدم دیگری در میونه ها؟ تو که عمو جان در دنیا رو برای خودت بستی، بس نشستی تو این شمسال اماره بردن ما؟ نه عمو جون اصلا بحث این حرفا نیست. شما منظور منو اشتباه متوجه شدید. اصلا مهم نیست که من با کدوم از این خواستگارا ازدواج کنم. من میخوام ازدواج کنم فقط به خاطر عمه، برای اینکه این روزا حالش بده، بعد اگه من عروسی کنم روحیش خوب میشه. خانومو ما که واسه خودمون و دل خودمون ازدواج کردیم، کلامون پس معرکه است. وای به حال شما که واسه دل عمت میخوای ازدواج بکنی. از حالا بهت بگم که راه رو بیراه رفتیم. شما مگه نگفتید نباید حرفای منفی رو به زبون آورد؟ بله تو اون کابوس مزخرفی که من دیشب دیدم اون اتفاق افتاده بود. میدونی من خیلی تنها بودم و همش خودم رو سرزنش میکردم که چرا عمه عروسی منو ندید. دیگه قرار شد راجع به این چیزا صحبت نکنیم. تو هم این همه هول نشو. جالبه که شکورم فکر میکنه هرچی زودتر باید بچه دار بشه عمه بچهش رو ببینه. ولی یه چیزی هممون یادمون باشه که با عجله کارا درست سر نمیشه، خرابتر میشه. باید خوشحالش کنیم عمو جون.
من همیشه فکر می‌کردم عمه ممکنه یه آدم بی‌آرزو باشه، ولی خب همچین چیزی محاله. عمه حتما آرزوهایی داره، رازایی داره که من و شما ازش بی‌خبری. جان سخن از جانب ما میگویی. از اولش بنده همین چیزا رو دارم بهت میگم. تو قول بده که بیگدار به آب نزنی، منم قول میدم که رای واسه خوشحال کردنش پیدا کنم. خب؟ آره خوبه. بعد سرگرمش کنیم. خودم هم یه فکرایی دارم. بله، عالیه. عالی. خب اون فکرها چی؟ بله. ببخشید خیلی نقطه داشت. بله خانم‌های محترم، خیلی متشکرم از اینکه تشریف فرما شدید تا در این جلسه مرور بر خواستگاران شرکت داشته باشید و نظرات خیلی خیلی خوبتون رو به من بگید تا راهنمایی کنید. همینطور متشکرم از عمه جون عزیزم که با وجودی که سالت قدم رنج فرمودن و تشریف آوردن. دستشون درد نکنه. چرا مثل مجری تلویزیون حرف می‌زنید؟ درست حرف بزن ببینیم چی می‌خواد. چش واقعا قضیه یکم جدیه. خب می‌دونید واقعا چیه؟ ببینید این خواستگارا بالاخره اومدن و رفتن، هیچ جوابی بهشون ندادیم، بالاخره بعد مرور بشن دیگه. خانم بفرمایید. در ادامه عرایض شما باید عرض کنم که اتفاقا فکر خیلی خوبیه. من که از اولش گفتم اصلا نباید پرونده این خواستگارا رو همینجوری باز بذارید. بله به نظر منم بهتره برای شروع از اولین خواستگارتون شروع کنیم که شاهرخ خان نام دارن و بسیار مرد مبادی آداب. اتفاقا از همه خلوچلتر همون بود. چی بود آخه؟ کجاش خلوچه بود ماما خانم؟ حالا درسته از اون آدمایی که وقتی میان یه جا دیگه بیرون نمیرن، ولی خواستگار من خلوچل بود که اصلا نایمد تو. آه چقدر زود میگذره ها، انگار همین دیروز بود که اومدن و شبم موندن. اما راستش راجب این آدم من زیاد چیزی دستگیرم نشد. دقیقا همه جون، منم هیچ چیزی دستگیرم نشد، یعنی چیزا زیادی دستگیرم نشد. حالا به خاطر اینکه قشنگ مرور بکنیم، من اسما رو یکی یکی میگم، شما نظرتتون رو بگین. به نظر من طبیعتا ما باید از خواستگار اول شما شروع کنیم که شاهرخ خانم. میخوای من شروع کنم؟ نه خانم جان، خیلی خوب دریا جون، فهمیدیم که اون صادق مهربون عاشق پیش است، اما به نظر من باید بری سراغ شماره 2، پدر مهندس، پسر مهندس. آخ فر خانم جان، همون که آفرین رحمت خیلی عاشقشون بود. بله اون به نظرم از همه معقول تر بود. به نظر من یه کمی مشکلات روحی داشت. نه عمه جون، اون چون مادرش فوت کرده بود هنوزم میدونی که ضربه خیلی بزرگ روحی از اون قضیه خورده. همین. البته با باباش هم خیلی مشکل داشت. ولی باباه بساز بفروشی بود. کارشو میگم، ساختمونو. حالا اصلا ممکنه الان با نامزدش آشتی کرده باشه اصلا دیگه. نه بابا، مال 2-3 سال پیش بود. بمیرم برای لیلا خانم جان، که به گفته پری خانم جان اینا همه یکی یه دور پرونده های سابقشون زیر بغلشون. پسرا هیچ کدومشون کم سن و سال نبودن. خب خیلی طبیعیه که تا این سن ماجراهایی تو زندگیشون براشون به وجود اومده. بله این خیلی نکته جذابی بوده، یعنی هر چی سن آدم میره بالاتر ماجراهاش هم بیشتر میشه. خب میرسیم به بهروز شایگان. اونم که دیگه هم دوره دوران خوش کودکیتون بوده، شما خودتون بهتر از همه میشناسین. اونم پروندهش که داره کم کم باز میشه که. بله میشه گفت یه آدم پرشور، قابل اطمینان، یکم بد اخلاق و غیرتی. لیلا جون به نظر من از همه اینا بگذر، برو سراغ اون سورپریزگره. قدم نست. اون به نظر من از همه غیر قابل پیش بینی تر بود. متشکرم. بله خب من 3 تا ستاره دیگه بدم به پیمان پزشکپور و متشکرم از نظراتتون در جنبندی امتیازا. پیمان پزشکپور از بقیه بیشتر امتیاز آورد. متشکرم که تشریف آوردید.